درود فراوان به همه ایران دوستان عزیز. من آناشید، گوینده اخبار رودست، در خدمت شما هستم. کنگره آمریکا طرحی برای تحریم سوریه، ایران و روسیه تصویب می‌کند. کنگره آمریکا قرار است طرحی را در قالب لایحه بودجه دفاعی آمریکا به تصویب برساند که خواستار تحریم دولت سوریه، ایران و روسیه است. به گزارش فارس، طرحی خواستار اعلام تحریم‌های جدید از سوی دولت آمریکا علیه دولت بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، ایران و روسیه است، در آستانه تصویب در کنگره و تبدیل شدن به قانون است. روزنامه واشنگتن پست نوشت این طرح اولین بار 3 سال پیش پیشنهاد شد، اما در حال حاضر به عنوان متمم به لایحه بودجه دفاعی 2020 دفاعی آمریکا اضافه شده است. انتظار می‌رود ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در روزهای آینده بعد از به تصویب رسیدن این لایحه در کنگره آن را امضا کرده و به قانون تبدیل کند. حمله تند ترامپ به رسانه‌های آمریکایی. ترامپ رئیس جمهور آمریکا رسانه‌های این کشور را جعلی خواند. به گزارش صدا و سیما، ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حساب توییتری خود نوشت رسانه‌های خبری در کشور ما جعلی هستند و در بسیاری از موارد کاملاً فاسدند. دیدار روحانی از ژاپن می‌تواند برای روابط تهران و آمریکا راهگشا باشد. عضو اندیشکده بنیاد خاورمیانه روابط ایران و ژاپن را عمیق و تاریخی توصیف کرد و گفت در صورت واقع‌بینی رئیس جمهور آمریکا و برداشتن دست کم بخشی از تحریم‌های ضد ایرانی، دیدار رئیس جمهور ایران از ژاپن می‌تواند به بن‌بست سیاسی تهران و واشنگتن پایان دهد. جورجیو کافیرو در گفتگوی اختصاصی با ایرنا، دیدار قریب الوقوع اعلام شده رئیس جمهور ایران از توکیو را تحولی بزرگ در رابطه دو جانبه دانست و افزود این دیدار می‌تواند زمینه‌ساز گشایش در برخی از پرونده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله برجام، روابط ایران و آمریکا و روابط ایران و عربستان باشد. وی ادامه داد با وجود اینکه می‌خواهم درباره نتایج این سفر خوشبین باشم، اما واقعیت این است در صورتی که دولت ترامپ در سیاست‌های تحریم‌ها علیه ایران بازنگری نکند، نمی‌توان به دستاوردهای دیدار روحانی از ژاپن برای کاهش تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده خوشبین بود. توییت ضد ایرانی سفیر آمریکا در آلمان به زبان فارسی. سفیر آمریکا در آلمان با انتشار توییتی به زبان فارسی ادعاهای بی‌اساس خود علیه ایران را تکرار کرد. به گزارش ایلنا، ریچارد گرنل، سفیر آمریکا در آلمان در توییت خود به فارسی نوشت باب لوینسون، اسمش را شنیده اید، او قدیمی ترین گروگان آمریکایی در ایران است و همه آمریکایی ها باید نامش را بدانند. برای اطلاعات درباره او جایزه 20 میلیون دلاری تعیین شده است. هیچ سند یا دلیلی مبنی بر نقش داشتن ایران در حملات به آرامکو وجود ندارد. بازرسان سازمان ملل پس از بازگشت از عربستان در گزارشی اعلام کردند که هیچ دلیل و شواهد قانع کننده‌ای که ایران در حملات هوایی به تأسیسات نفتی عربستان نقش داشته است به دست نیاوردند. به گزارش ایرنا، به نقل از بلومبرگ، بازرسان سازمان ملل در سفر به عربستان برای بررسی نقش احتمالی ایران در حملات هوایی به تأسیسات نفتی عربستان در گزارش اعلام کردند که آنها هنوز نمی‌توانند ادعاهای آمریکا و سعودی‌ها را تایید کنند که ایران در این حمله نقش داشته است. آنتونیو گوترس در گزارش نیم ساله ایران به شورای امنیت با استناد به گزارش بازرسان اعلام کرد سازمان ملل متحد قادر به تایید این موضوع که موشک‌های کروز و پهپادهای بدون سرنشین مورد استفاده در این حمله منشأ ایرانی داشته باشند نیست. ممنونم که با ما همراه بودیم. اگه به بخش خبری ما علاقه‌مند هستین، کانال دوم رودست رو سابسکرایب کنید. پاینده باشید.